بنده معتقد بودم که میبایست از روز اول با این مسئله با تمام قدرت برخورد کرد. از همون روز اول باید قم رو در حقیقت به صورت قرنطینه باش برخورد میکردم، به صورت با پدافند عاملی که الان به اصطلاح پدافند روند رو باید با قاطعیت برخورد میکردیم که نمیذاشتیم پخش بشه در کشور. کاری که چین کرد یه استان بود، میتونست کل چین رو بگیره و بعد فاجعه برای چین بود. با قاطعیت ایستاد، منطقه رو کاملا قرنطینه کرد، مشکلات بیماریش رو حل کرد و تدارکات بعدی رو هم داشت. حالا خواستید باز خدمت شما هستم. متشکرم. ادامه بدیم بحث رو. آقای جلالی، من میخوام برگردم به 24 بهمن که در همین برنامه اعلام کردید که وضعیت کشور اونطوری که سازمان پدافند غیر عامل ارزیابی کرده وضعیت سفید هست، اما دقیقا چند روز بعد موضوع به شکل دیگه پیش رفت. چرا این اتفاق افتاد؟ با آزمایشگاه مختلف درسته گذاشتیم، جمع‌بندی کردیم، هم 24 هم قبلش، و هیچ کدوم از آزمایشگاه رفرنس کشور وجود بیماری کرونا رو در داخل کشور تایید نمی‌کرد. مفهوم وضعیت سفید این بوده که در واقع بیماری به صورت رسمی تایید نشده، ممکنه جایی باشه ولی ما نتونستیم تشخیص داده باشیم. سونا آقای جلالی، در خصوص بیوتروریستی بودن ویروس کرونا شایبه‌های بسیاری مطرح شده، نظر سازمان پدافند غیر عامل در این باره چیه؟ به صورت قاطع نمیشه گفت که جنگ بیولوژیک هست، ولی بخش زیادی از شرایط و ویژگی‌هاشو داره که باید زمان بدیم تا بشه تکمیل کنیم. پس یک نظری که به هر حال قرینه به صحت هست و اون چیزی که حالا میفرمایید این که شرایط ویژگی ها رو داره، این هستش که جنگ بیولوژیک میتونه باشه. بخش زیادی از ویژگی های جنگ بیولوژیک رو داره، حتی اگر که چین یا آمریکا یا اروپایی ها رو هم تحت تاثیر قرار داده. ببینید یه نقشه اینجا وجود داره که آزمایشگاه دوربین بگیرید که آزمایشگاه بیولوژیک امریکا در کل منطقه اطراف ما هست که بین ایران، دوربر ایران و روسیه و چین هست، حدود 25 تا آزمایشگاه سطح 4 جا هست که در واقع قابلیت آنالیز و بررسی ویروس های این دست از ویروس های خطرناک و در واقع در ویروس های نوپدید و ویروس های ایربورن رو داره اینجا. بنابراین این قابلیت میتونه به ما بشه بوده که اون کدام کشور هست که قابلیت داره. البته تو دنیا روسیه و چین همین قابلیت ها رو دارن، نه که فقط امریکا. ولی این گسترش آزمایشگاه امریکایی دوربر ما هست که معلوم میشه کجا هست و چه اقداماتی اونجا میتونه انجام. کسی هم روشون نظراتی نداره. وزیر بهداشت میگه من برای خرید ماسک، برای خرید اقلام بهداشتی با مشکل مواجهم. برای اینکه اون رئیس، اون رئیس ریاست میکنه کار رو، رئیس ستاد رو میفرمه. رئیس در اینجا از نظر قانونی رئیس جمهوره، کسی دیگه ای نیست. قانون اینه که رئیس دولت میبایست مسئولیت رو به عهده بگیره در این سلامتی که همه مردم الان در خطرن. اون وقت میسپارن به یه وزارتخونه که وزرای بعدی و مسئولین بعدی دلشون خواست گوش میدن، دلشون خواست گوش نمیدن. یعنی واقعا این ستاده در این حده که دل بخواهد. الان که در رابطه با قضیه همینه. برای چقدر ما پول در اختیار وزارت بهداشت درمان گذاشتن که با این مشکل برخورد کنه؟ پول گذاشتن؟ آیا وزارت بهداشت برای اینکه نیرو چی میدونه از این؟ وزارت همین وزیر رو دعوت کرده بودیم که ببینیم چرا این کارو نکردن. مشکل کار کجاست؟ ایشون میگه من جلز و ولز کردم 2500 نفر پرسنل جدید بدن که من پرستارا رو استخدام بکنم که بذارن کار کنم، اجازه ندادن. خود داره میجنگه، ما اجازه نیرو بهش نمیدیم، داره میجنگه تدارکاتش نمیدیم، چجوری میخواد؟ و بعد پزشکای ما، پرستارای ما، کادر ما دارن اونجا یک به یک دارن. اینکه آقای روحانی جلسه تشکیل داده فکر میکنم دو سه بار و وزرا بودن. ببین بحرانه. ما الان همه فکرمون، ذکرمون باید این باشه که الان اقتصاد ما در بحرانه. الان بیا موضوع رو پراکندهش نکنیم، همین راجع به همین قصه بریم. شما اگر راه رو غلط برید، در راه غلط جواب درست نمیتونی بگیری.